تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. از اول قرآن آیه به آیه تلاوت شد و ما هم تفسیر گفتیم به جزء 25 اواخر، اواخر جزء 25 سوره جاسیه هستیم. آیه 14 رو بشنوید. هر آیه 5 دقیقه، 4 دقیقه، 7 دقیقه، 6 دقیقه تقریبا تفسیر میکنیم. اما آیه 14 رو بشنوید، 14 سوره جاسیه. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. ای پیغمبر، به مؤمنین، به طرفدارانت، کسانی که ایمان آوردن بگو از کسانی که به روز رستاخیز که ایام الله هست امید ندارن درگذرن. مردم مکه مشرکین مسلمان رو اذیت میکردن. یه زمانی مسلمان گفتن خب ما هم مقابله مس کنیم. آیه نازل شد که الان زوده، شما هنو قدرت ندارید، مشتکین قوی هستن، فعلا هر چی زجر میکشید تحمل کنید تا قدرت پیدا کنید بعدش. قل للذین آمنو، پیغمبر به مؤمنین بگو، یغفروا للذین، بگذرن از سر اونایی که اونا رو به ما واگذار کردن، من به حسابشون میرسم، فعلا چون زور ندارید دست به کار نشید. یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. ایام الله که تو قرآن اومده، ذکرهم به ایام الله جای دیگه اومده. ایام الله روزاییه که یا خداوند بر مخالفین رو قلقم میکنه، کفار رو، نااهلا رو قلقم میکنه، یا به طرفداران حق یک لطف مدد غیبی میرسونه. هر دوش ایام الله، یعنی روز سقوط بدها ایام الله، روز رشد و پیروزی مؤمنین هم ایام الله. قیامت یکی از ایام الله هاست که اینا به اون قیامت امید ندارن. بگو شما از این مشرکینی که به قیامت ایمان ندارن بگذارید، من حسابشون رو میرسم، دیت زیه تا خدا جزا بده قوم را به عمل کردشون، من حساب کاراشون رو دارم، به حساب کاراشون میرسم. یعنی اینجا پیغمبر مأمور میشه که به مسلمان ها شیوه برخورد و به اینها رو بگه. خب خلاصه میخواد بگی که شتاب زده نباشید، رسیدن به اهداف بلند نیاز به صبر داره. اگر شما بدونید که به من واگذارید من حساب اینا میرسونم، دیگه عجله نمیکنید، شتاب زده نیستید، صبر میکنید. اون چه سبب قهر خداست؟ این اصرار بر کاره. یه وقت انسان یه خلافکار، خلاف دستش در میره، یه وقت کانو یکسته بون، یعنی نه اصلش با عنایت، با علم، با آگاهی مستمر دائمی، اون خلافهای خطرناکی که انسان با علم و آگاهی و به طور مستمر خلاف کنه. به ما کانو یکسته بون. خب بریم سراغ آیه 15 بشنوید. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الى ربکم ترجعون. هر کی کار خوب انجام بده به سود خودش، هر کی کار بد انجام بده به زیان خودش. ثم الى ربکم ترجعون، بخواهید یا نخواهید همه شما به سمت خدا بازگشت داده میشوید. این که هر که کار خوب بکنه به نفع خودش، بد بکنه به ضرر خودش، اینو بارها در قرآن اومده. مثلا داریم و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. هر که شکر کنه به نفع خودش، هر که کفران کنه خدا غنی است، نیاز به شکر شما نداره. من اهتدا فلنفسه و من ضل فانما یضل. هر که هدایت بپذیره به نفع خودشه، هر که هدایت نپذیره به ضرر خودشه. به هر حال این بارها در قرآن این آمده. من عمل صالحا من اساء تو این آیه، هر که عمل صالحی انجام بده به نفع خودش، هر که بد کنه به ضرر خودش. این که من عمل من اساء پیداست انسان آزاده،
میتونن افرادی راه حق برن، من عمل صالح، میتونن افرادی راه کذب برن، من اصلا انسان آزاده و همه مردم هم یه جورن دیگه، هر که میخوا باش. یعنی از این آیه معلوم میشه قیامت قهریه، به اختیار انسان نیست. نمیگه ترجعون، میگه ترجعون، به صورت مجهول، یعنی بخواهید یا نخواهید شما بازگردانده میشوید. قیامت قهریه، الی ربکم ترجعون. اقتضای ربوبیت اینه که پاداش و خوبت داده بشه، چون اگر پاداش و خوبت داده نشه این مربی در تربیت به وظیفه خود عمل نکرده. خب این آیه 14 و 15 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.